من فکر میکنم مهمترین پرسشی که همه دارن اینه که اگه این رژیم بره چه اتفاقی میفته؟ ما چجوری میتونیم این خلأ رو پر کنیم؟ چی اون خلأ رو پر خواهد کرد؟ برای مدت 4 دهه کشورهایی که الان خانه بسیار از ایرانیانی هستند که مجبور شدند به عنوان نسل اولی ها بعد از انقلاب فرار کنند و الان دیگه نسل سومی هایی هستند که ایرانی های جوان میرن و الان در به عنوان شهروندان آلمان، کانادا و کشور دیگه زندگی میکنن. شما اینایی که در کشور شما هستند، پزشکان، مهندسان، آدمای تحصیل کرده، خلاص متخصصانی که الان اینجا هستند، تصور کنید چرا اینا باید اینجا باشن اصلا به جای اینکه برن کشور خودشون و خدمت بکنن به کشورشون. اون چیزی که نمیذاره برن اون رژیمی است که نمیذاره اینا برن، برای اینکه اونا به ثروت ایران، سرمایه ایران اهمیت نمیدن. بنابراین ما در واقع در این اتفاق بیفته اونا برن، بلافاصله شما ایرانی هست که هم پیمان واقعی شماست و برای زنان آزادی و برای آزادی کار خواهد کرد. بنابراین لحظه ای که این رژیم بره، نه تنها شما یک مشکلات، یک ترکیبی از مشکلاتی که این رژیم مجموعا در این 14 تولید کرده رو نخواهید داشت، همونجور که کریم گفت، بلکه کسانی که مثل شما فکر میکنن میخوان با شما همکاری بکنن، نگران راه حل هایی هستن که بر همه ما تأثیر میذارن، اینا جایگزین میشن به جای این جمهوری اسلامی. من فقط یک نمونه، یک مثال میگم که خیلی برام مهمه. من خیلی نگران بحران آب در ایرانم، واقعا نگران تأثیرات زیست محیطی در ایرانم. حتی جنگ درگیری های بیشتری رو خواهیم داشت به دلیل کمبود آب و موج های بعدی مهاجرتی رو خواهیم داشت. این مسئله فقط ایران نیست، بلکه معضل منطقه ای. بنابراین ما باید بتونیم با همسایه‌هامون حرف بزنیم. ما باید بهترین دانشمندا رو بیاریم، در واقع ایران اسرائیلی ها هستن، اونها رو بتونیم بیاریم به جای این رژیمی که با همه دشمنه. با از سعودی ها بگیرید تا اسرائیلی ها، یک ایران متفاوت میتونه با شرکا برای ثبات امنیتی کار بکنه. یک عامل کلیدی و محوری است برای توسعه اقتصادی و برای رضایت و برای در واقع همکاری با غرب، چون ایران میتونه یک مسئله انرژی رو گفتن، برای اینکه ایران میتونه بزرگترین تولید کننده و ارائه کننده انرژی باشه و دیگه هر زمستون نمیان و نگران اون تهدیدهای روسیه باشه که میخوام شیرها رو ببندم و انرژی رو قطع کنم. Thank you.